پس زمین رو نمیشه سوراخ کرد، میشه نفوذ کرد، اونم با وسیله میشه نفوذ کرد. قرآن گفت میتونی نفوذ کنی به شرطی که وسیله داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی لباس مثل لباسای فضایی بپوشی، ضد آتش بپوشی، ضد گرما بپوشی، اما نفوذ نمیتونی بکنی. اینو قرآن گفته. حالا من که اینو میبینم، این آیه رو اصلا برای چیز دیگه گفته، ولیکن ما میگیم که والا در اینجا یک معجزه علمی بیان شده. نگاه کنید، نصیحت میکنه الله بندگانشو، ولا تمشی فی الارض مرحا، با غرور و تکبر در زمین راه نرو. چرا؟ چرا؟ برای که انک لن تخرق الارض ولن تبلغ ولن تبلغ الجبال طولا. میگه تو نمیتونی زمین سوراخ کنی. حالا مسلمانای قبلا اینم یک معجزه قرآنه. میگه آقا یعنی تو نمیتونی زمین سوراخ کنی؟ با تکبر راه نرو دیگه، یعنی با قدم زدن نمیتونی سوراخ کنی. الان این معنی رو ما میفهمیم که اصلا محال ممکن است، لن آمده، لن محال ممکن است که یک بشر بتونه زمین رو سوراخ کنه. لذا خدا در قرآن اینو گفته، نفوذ گفته میشه، هر کلمه جای مناسب گذاشته شده. این معجزه است دیگه. یادتون باشه کسی که مدعی است، ملحد مدعی است که این کتاب نوشته، یک چوپان از در 1450 سال پیش، آیا او میتونست این کتاب رو بنویسه که همش کلمات در جاش قرار بگیره؟ نمیتونست. یک حقیقت دیگه که امروز بعد از کشفش ما تعجب میکنیم، وقتی که دارم حقیقت بعدی رو میگم، میخوام بگم قرآن پر از حقایق. وقتی که این چیز هابل رو گذاشتن، تلسکوپ هابل رو، الان دارن تلسکوپ های بزرگتری در چین و ماچین درست میکن، وقتی دانشمندا به آسمان نگاه کردن، دیدن که عجب عجب، این کهکشان ها دارن از هم دور میشن. آسمان داره مثل یک کیکی که مثلا میذاری تو فر، کیک کشمشی، باد میکنه، کشمش ها از هم دور میشه. این کره، این جان هستی، کهکشان ها مثلا مثل کشمش های کیک از هم داره دور میشن، همه چی داره از هم دور میشه، در حال وسعت پیدا کردن. از مثل خلاصه مثل یک بادکنکی که بادش میکنی، داره هم تو باد میشه، هم تو داره بزرگ میشه. حالا که ما نگاه میکنیم، در سوره زاریات که خدا این رو گفته بوده، عجب، چطور ما متوجه نشدیم؟ نگاه کنید چی گفته. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. معنیش نگاه کنید، و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت میبخشیم. چیزی که الان تلسکوپ هابل کشف کرده، دائم در حال دور شدن از هم دیگه است. عجیبه. بعد از این چی میشه رو من امروز با یک ستاره شناسی صحبت میکردم، علاقه داره به ستاره شناسی، اینو گفت و گفتیم که در قرآن هست. گفت میدونم، یا نمیدونم گفت میدونم یا نه، ولی باز گفتم من بعد از اینم میتونم بهت بگم که چی میشه، از همین قرآن بهت بگم. گفت چی میشه؟ تعجب کرد. گفتم این ستاره که دارم از هم دور میشن، خدا گفته یه دفعه دیگه دوباره با هم نزدیک میشن، برمیگردن به هم، تصادف میکنن دوباره مثل اول، مثل کتابی که کتابای قدیم که لوله میشده، جهان از هستی همه لوله میشه. اول هم همینجوری بوده. میگه یک فرضیه همینه که این جهان در حال گسترشه، آخر به اینجا میرسه که سرعتشون کم میشه، باز جاذبه ها با هم دیگه چی میکنن، فشار میارن، دوباره برمیگردن با هم دیگه، بازم میخورن و همه این دنیا دوباره یک جا جمع میشه. اونم قرآن داره آیه دیگه گفته، حالا نمیخوام بگم. خب این معجزه علمی رو باید یک سوالی ما از ملحد میپرسیم. ملحد حالا چی میگه؟ نه میگه شما دارید غلط ترجمه میکنید، آقا عربی کلمش عوض نشده که. اینم از معجزه قرآنه که ما نیومدیم یک کلمه رو برداریم یک کلمه دیگه بذاریم که حرف خودمون رو ثابت کنیم، همون کلمه است و نمیشه هم کلماتش عوض کرد، اون خودش یک معجزه دیگه است.